همیهنان عزیز، در یک نگاه این ساعت رو آغاز میکنیم. دانش آموزان و دانشجویان در شهرهای مختلف عراق در همبستگی با قیام تظاهرات کردند. در نجف دانشجویان با برگزاری تظاهرات بزرگ بر حمایت از جنبش مردمی علیه دخالت‌های رژیم ایران در عراق تأکید کردند. در بصره دانشجویان با حضور در میدان بحریه بر ادامه اعتصاب و قیام تا محقق شدن تمام اهداف انقلاب تأکید کردند. در کود دانش آموزان بر ادامه اعتصاب تا محقق شدن خواسته های انقلاب تأکید کردند. در دیوانی دانشجویان با تأکید بر ادامه اعتصاب در تمام مقاطع تحصیلی تظاهرات کردند. در ناصریه کادر پزشکی استان در حمایت از انقلابیون تظاهرات کردند. لورنس کیف دادستان آمریکا یک دلال رژیم آخوندی را به جرم نقض تحریم‌ها به 40 ماه زندان محکوم کرد. وی اعلام کرد جیمز میهارک، صاحب یک کمپانی در شهر پنساکولا در ایالت فلوریدا، به جرم توطئه برای فروش و ساطرات تجهیزات تولید انرژی به خریداری در ایران و مخفی کردن این اقدام و دریافت پول بابت آن از طریق کشور ثالث به 40 ماه حبس در زندان فدرال محکوم شد. مارک گارنیو، وزیر حمل و نقل کانادا، از رژیم آخوندی خواست توضیح دهد چرا به دنبال حمله موشکی علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق هواپیمای مسافرپری را پرواز ممنوع اعلام نکرده است. وی گفت می‌خواهد بداند چرا رژیم ایران فضای هوایی خود را در شبی که 2 موشک علیه هواپیمای اوکراینی شلیک کرد باز گذاشته بود و آیا این رژیم به طور عمدی هواپیمای مسافرپری را در پرواز نگه داشته بود تا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کند. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی با فلورانس پالی، وزیر دفاع فرانسه، گفت آمریکا و فرانسه متوجه خطرات رفتار تجاوزکارانه رژیم ایران هستند. ما توافق کردیم باید با هم کار کنیم تا رژیم ایران را وادار کنیم رفتاری شبیه یک کشور معمولی داشته باشد. اقدامات آمریکا در هفته‌های اخیر برای ایجاد بازدارندگی مقابله با تهدیدات رژیم ایران علیه منافع آمریکا و شرکای آن بسیار مهم بوده است. بامداد روز سه‌شنبه 8 بهمن بر اثر واژگونی یک اتوبوس مسافربری مجروح شدند. ساعت 11:42 امروز زمین لرزه‌ای به قدرت 4 ریشتر حوالی شهرستان کاشان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 14 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. روز گذشته نیز زمین لرزه‌ای به قدرت 5.4 ریشتر منطقه خانزنیان در شیراز را لرزوند. این زمین لرزه بیش از 30 مصدوم بر جای گذاشت و به 37 روستا آسیب رساند.
مقام های چین امروز سه‌شنبه اعلام کردند شمار قربانیان ویروس کرونا به 106 تن رسید. بنا به این گزارش نزدیک به 1300 مورد جدید ابتلا به این بیماری تایید شده. کمیسیون بهداشت استان هوبنی در چین اعلام کرده است 24 نفر دیگر جان خود را از دست دادند و 1291 مورد جدید نیز شناسایی شده است و اکنون شمار کسانی که در چین به این ویروس مبتلا شدند به 4000 نفر رسیده است. Just keep increasing. Like in this province, Henan, there are people who've been sick with the virus. They all have to go back. Coming into train. همیاران عزیز، این بود در یک نگاه این ساعت ما. به ادامه برنامه ها توجه کنید.